با درود و عرض ادب از حضور هم در این برنامه اگرچه حضوری است مجازی تشکر میکنم. من فرانکلین لوئیس استاد ادبیات فارسی و مدیر گروه زبان و تمدن‌های خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگو هستم. با افتخار و معذرت حضور شما را به دومین برنامه در سلسله سخنرانی‌های ویژه‌ای که برای گرامی داشت استاد فقید ادبیات فارسی در این دانشگاه استاد دکتر حشمت معید خوش آمد میگویم. امشب ناظر به شرایط کووید این سخنرانی از طریق زوم اجرا می شود. اصولاً در آخر برنامه شما را به ریسپشن یا میز پذیرش دعوت می کردیم با انواع شیرینی و چای، ولی امشب هم متاسفانه آن هم پذیرش مجازی خواهد بود. استاد حشمت معید پس از تحصیلات در دانشگاه تهران و دانشگاه فرانکفورت آلمان و چند سال تدریس در انستیتوی شرقشناسی دانشگاه ناپل ایتالیا در سال 1966 به دانشگاه شیکاگو آمدند و برنامه درس ادبیات فارسی را از ابتدا تا دوره دکترا بنیان گذاشت. در آن زمان ادبیات فارسی فقط در یک دانشگاه دیگر در سرزمین آمریکا تدریس می‌شد و به جز آن تنها در دو سه دانشگاه دیگری دانشجویان می‌توانستند کلاس رسمی زبان فارسی هم بردارند. استاد معید برای مدت 44 سال به چندین نسل دانشجویان آمریکایی، اروپایی، ژاپنی، هندی، عرب و ایرانی تبار در کلاس‌های دانشگاه شیکاگو ادبیات فارسی را با ذوق و علاقه کامل می‌آموختند و جلسه هفتگی انجمن سخن فارسی را هم برای دانشجویان و برای جامعه ایرانیان مقیم عمومی شهر شیکاگو تأسیس کردند. بیاد استاد فقید هر سال گروه زبان و تمدن‌های خاور نزدیک سخنرانی ویژه در زمینه ادبیات فارسی و فرهنگ ایران زمین برگزار می‌کند، گاهی به انگلیسی و گاهی به فارسی. امشب افتخار من است که سخنران را معرفی بکنم. البته نام ایشان برای همه آشناست، آقای ایرج پزشکزاد، متولد 1306 شمسی. تحصیلات خود را در رشته حقوق در ایران و فرانسه به پایان برد و به کار حقوقی و خدمت در وزارت خارجه پرداختند. اما بنابر خواهش صریح جناب آقای پزشکزاد قرار است من فقط خیلی کوتاه از کتاب‌های متعدد ایشان در زمینه ادبیات و طنز، تاریخ نویسی و فرهنگ نام ببرم و الان برای این کار من سکرین خودم را با شما شیر میکنم تا شما هم ببینید. این استاد حشمت معید هست که این سلسله سخنرانی ها به یاد بوده ایشان هست و نمایش نامه های جناب پزشکزاد ادب مرد به ز دولت اوست هست و پسر حاجی بابا جان و از ترجمه های نمایش نامه های مولیر و فولتر، خسیس، بورژوا ژانتیوم، آلزیر یا آمریکاییان و نانین میشه نام برد و ترجمه دو رمان هم به
رشته تحریر در آوردن ولی چندین کتاب تاریخ رو میخوام اسمش رو برای شما بخونم. اینجا میبینید ریشه های اختلاف چین و شوروی، مروری در تاریخ انقلاب مشروطه، مروری در تاریخ انقلاب کبیر فرانسه، مروری در تاریخ انقلاب اکتبر روسیه، مروری در واقعه 15 خرداد 42، مصدق، باز مصلوب و طنز فاخر سعدی. از مجموعه های طنزیات ایشان مجموعه طنزیات ادبی آسمون ریسمون هست، مجموعه های طنزیات سیاسی اجتماعی به یاد یار و دیار هست و بوبول، مجموعه های طنزیات سیاسی رستم سلطان و اینترناسیونال بچه پرروها، ماشالله خان در بارگاه هارون رشید رمانیست برای کودکان و نوجوانان، حافظ ناشنیده پند رمان تاریخی، خانواده نیک اختر رمان دیگر، دایی جان ناپولیون که اثر شناخته شده همه هست و کتاب های دیگری، حاج مم‌جعفر در پاریس که خاطرات سفر یک ایرانی هست و خاطرات خود جناب پزشکزاد به اسم گلگشت خاطرات. حالا میکروفون را به دست جناب آقای پزشکزاد میدهم و ایشان از کار و کتاب ها و تجربه های خود برای ما تعریف میکنن و پس از 45 دقیقه تقریبا چند دقیقه تنفس میگیریم و اگر سوالی برای جناب پزشکزاد دارید لطفاً آن را در چت بنویسید و ما سوال ها را ترتیب میدهیم تا به نوبت بپرسید. لطفاً کوشش کنید پرسش ها را کوتاه بپرسید. ضمناً در مدت تنفس برنامه های آینده انجمن سخن دانشگاه شیکاگو را اعلان می کنیم و همچنین یک جایزه هم خواهیم داشت. جناب پزشکزاد. بله بفرمایید. شما بفرمایید. نوبت بنده است. بله بفرمایید. عرض کنم که اولا سلام گرم و خازانه من به حضور استادان گرانقدر دانشگاه شیکاگو، خود جناب عالی آقای فرانکلین لوئیس و خانم اون شبانی جدیدی، همینطور سلام من بر هموطنان و هم زبانان من که بزرگوارانه پای صحبت من نشستند. البته صحبت که میگم از نظر شکست نفسی نیست، یعنی سخنرانی نیست، واقعا صحبته، بگومگوی کوتاهی است که خواهیم داشت با شنوندگان. اما همونطور که خدمت شما و خانم پونه عرض کردم، بنده یک اشکال عمده در کارم هست، اون هم سنینه. بنده از نظر تاریخ حساب بکنید، شناسنامه ها اونقدر مطابق واقعیت نبود، برای اینکه دو سال قبل از تولد من تازه شناسنامه در ایران رسمیت پیدا کرد. نتیجه اینکه
من علاوه بر اضافه بر شناسنامه تاریخ شناسنامه یک سال اضافی دارم یعنی در ژانویه آینده که دو ماه دیگر پیش میاد بنده 95 رو پشت سر گذاشتم وارد 96 امین سال عمرم میشم و شما البته نمیدونید ولی اونهایی که این حدود سنین رسیدن میدونند که این سنین چه عوارضی داره فراموشی اسمها تاریخها تکرار حرفهای زده شده خیلی خلاصه ایراد یکی دوتا نیست و روز اول خدمتتون عرض کردم که من در این حدود میتونم تو کلام صحبت کنم بالا به پای صحبت بنشینم اما حالا از نوشته های بنده صحبت کرد یعنی به منم البته یه راهنمایی کردید که من به خدمون بابت خیلی متشکرم فرمودید به خودت فشار نیار دیگه هرچه میخواهی بگو درباره سرگذشت تو سرگذشت کتاب هات و بنده هم راجع به شرح حال کتاب نوشته هم و اگرم راجع به خودم اسمی بیارم بابت این نیست که ارتباطی پیدا میکنه با نوشته ها حالا در نتیجه بنده شروع میکنم با معرفی خودم در 95 سال پیش از این از یک پدر طبیب و ادیب و یک مادر فرهنگی به دنیا آمدم و اتفاق عمده ای در این تا مدرسه و متوسطه پیش نیامد از مدرسه متوسطه به بعد به فشار و اصرار پدرم که عاشق زبان فرانسه بود بنده زبان فرانسه رو خیلی بیشتر از اون که در مدرسه یاد میدادند آموختم یعنی زیر دست معلم فرانسوی نتیجه اینکه اواسط دوران متوسطه بنده زبان فرانسه رو می توانستم بنویسم و بخوانم و کمی هم صحبت کنم و در نتیجه شروع به یک نوعی همکاری با مطبوعات که شروع شد در این تاریخ یعنی قصه هایی من از نویسندگان خارجی اونهایی که به زبان فرانسه بود به فارسی ترجمه میکردم و در مجلات اون موقع البته خیلی مجله نداشتیم دور شروع یعنی اواسط جنگ دوم جهانی بود دیگه که من چند قصه و حتی رمان ترجمه کردم که پاورقی روزنامه اطلاعات و مجله و در مجله اون چیز قصه هایی که بنده ترجمه میکردم در مجله اطلاعات هفتگی بود یعنی مجلات عمده دیگری هم نداشتیم سالهای دهه بیش آغاز دهه بیست یعنی 1120 منظورمه و این شروع من کار نوشتن بنده است این بود تا اینکه سفر فرانسه پیش آمد برای تحصیل البته اینم عرض کنم که پدر بیچاره من چون خودش فرزند طبیب بود و خیلی علاقه داشت که پسرش هم طبیب بشه بسیار به منم فشار آورده بود که من درس به طرف طبابت برم من هم تمکین کرده بودم ولی یک اتفاقی که یک بار افتاد اون رو از این فکر برگردوند اونم این است که یک فیلم دوکیومنتری در انجمن فرهنگی
انجمن روابط فرهنگی ایران و فرانسه نشون میدادن راجع به عمل جراحی بود. بنده وقتی یعنی جراحی کبد و کلیه و اون طرف ها، من ضمن تماشای این صحنه یکی وقت احساس کردم حالم جدا داره و همه گوه طوری که ناچار شدم بیام از سالن بیرون. این حکایت که برای پدرم نقل کردم یه مقدار قبول کرد که من اهل طب و طبابت نیستم و بیشتر طرف شعر و ادب تمایل دارم. نتیجه این که قبول کرد که من از طب منصرف بشم و در فرانسه هم بنده درس حقوق خوندم، برای اینکه اونجا دیگه ادبیات اینها فکر این که بنده ادبیات یاد بگیرم در فرانسه و برگردم در ایران، اون موقع فکر بود بابا شغلی در نظر پدر من نمیرسید، همین حقوق بخونیم من وکیل دادگستری. در اونجا من با یک نوع تازه که نمیشناختم آشنا شدم، اونم طنز، یعنی نقد طنزآلود یا نقد طنز ادبی و وقایع و اتفاقات اجتماعی بود که در فرانسه خیلی رایج بود، فرانسه بعد از جنگ. در مراجعت به ایران بنده خب علاقه داشتم که باز قلم رو به دست بگیرم، ولی از راه قلم که نانی در نمی آمد و ناچار از وارد خدمت دولت، خدمت دادگستری شدم و مدت 5 سال بنده در عنوان قاضی جزایی که هیچ به مزاج منم سازگار نبود البته، یعنی در دادسرای تهران بنده از معاونان دادستان تهران بودم، تا اینکه پیش آمد و بنده جابجا شدیم و رفتم به وزارت امور خارجه. در این مدت دادگستری هم برای کمک به امرار معاش، چون اون دوران بدی بود، دورانی بود که هنوز نتیجه محاصره اقتصادی ایران به وسیله امپراتوری بریتانیا ادامه داشت و نتیجه حقوق ناچیزی داشت یک قاضی دادگستری، و ادامه دادم من به این طنز ادبی تحت عنوان آسمون ریسون در مجله فردوسی که مدت 4 سال ادامه پیدا کرد. بعدن هم به صورت مجموعش یه مقداریش به صورت کتاب چاپ شد. اما بریم برگردیم به کار کتاب، بسیار نوشته های دیگه. چون شما شروع کردید اتفاقا یعنی باب مطلب رو گذاشتید با ادب مرد بهز دولت اوست، این یکی از نوشته های منه که به عنوان نمایشنامه هم ازش نابنید و نینم نمایشنامه هم شد، ولی این یک رمانیست که بعد از دایجان ناپلئون من نوشتم و یعنی به عنوان رمان شروع کردم، ولی در واقع سرزا رفت به اصطلاح ماماها سرزا رفت به این ترتیب که در این که تا این رمان رو من در الجزیره شروع کرده بودم. از طرف وزارت امور خارجه خب من رفته بودم به مأموریت الجزیره و
در الجزیره از قضای اتفاق در اون مدتی که ما که روابط تجاری و اقتصادی زیادی با الجزیره نداشتیم، اگر روابطی بود روابط فرهنگی بود، ولی به علت شاید که نقار بین پرزیدنت بومدین رئیس جمهوری وقت الجزیره و محمد رضا شاه هیچ فعالیت فرهنگی مجاز نبود. یعنی ما در سفارت بنده از صبح تا زوری در سفارت می نشستم و از بالکن بنده شاید که خیابان رو تماشا میکردم و در نتیجه این بیکار کم کار یعنی بیکاری و وقت زیادی که داشتم، من در مدت چند ماهی که اونجا بودم من یک رمانی که عنوانش هم بعدن شد ادب مرد بهزه دولت او تحریر شد، چون این ادب مرد بهزه دولت او تحریر شد یه سرمشق اون موقع ها برای مشق تمش سرمشق عنوان نمونه، این رو چند چیز بود نمیدونم چیزهای معروف مصرع‌های اشعار غیره به عنوان سرمشق به شاگردان مکرر می نوشتن که یاد بگیرن. عدم مرد به دولت او تحریر شدم یه سرمشق، این اسم اون رمان نبود، ولی این یه قدری سرزاره به این ترتیب که به مناسبت کنفرانس کشورهای غیر متعهد آقای بومدین دستور داد یک مقالاتی زننده علیه محمد رضا شاه، این نقار و چیز از اون طرف هم جواب و به هر حال به من رو احضار کردن بر عنوان اعتراض، ولی وقتی جزئیات قضیه رو دونستن محمد رضا شاه طوری از آقای پرزیدنت بومدین عصبانی شد که گفت دیگه اصلا قطع رابطه. حتی منی که آمده بودن مدت دیگه این حتی پاش اونجا نگذاره و من هرچند من چیز جزع فضع کردم که من یک رمانی نوشتم و این پراکنده است، این اتاق اون اتاق هرچ رفتم نشستم نوشتم و طوری احساس سریع من احضار کرده بودید عنوان اعتراض علیه آقای بومدین که چیزی جمع نکردم، گفتن نه اونجا یکی بره جمع. به هر حال با داشتیم اولا اون هم نفر دوم زیر دست بنده که آدابر هر حال ایرانی بود اون اینها رو دونه دونه سرهم کنه و منشی فرانسوی سفارت هم بره اگر این برمون با تیکه باره چیزی پیدا کرد سرهم کنن و بفرستن. وقتی سرهم کردن و فرستادن سر جور کردن اینا به قدری آشفته بود و سخت بود، من نتیجه این که این نتیجه این شد، حالا توضیح زیادی هم نمیدم، این رو من به صورت پیس یعنی اون چند قسمت رمان هر قسمت به صورت چند پرده شد، 5 پرده در یک نمایشنامه و یکی از کارهای خیلی از نظر خودم خوب یعنی مورد علاقه خودم یعنی خیلی اتفاق افتاده از من پرسیدن که کدوم کارت بیشتر از اونایی دیگه دوست داری، بنده دیگه زیر لب اسم ادب مرد بهزه دولت اوست را آوردم. یعنیم یک حکایت از این جهت هم جالبه ای که یک وارونه دکتر فوست گوته است
به این ترتیب که شیطان دکتر فوس رو گول زده بود و فریب داده بود، ما اینجا قهرمانی داریم، میر محمد مهدی پورعلیزاده، یک کارمند جزء یک اداره که شیطان رو مفیستوفلس رو فریب میده و طوری که از یک طرف عشق هم دخالت میکنه در این ماجرا، یعنی شیطان عاشق زن مورد نظر میر محمد مهدی پورعلیزاده میشه و داستان خلاصه یه ترتیب اینجوریست، یعنی وارونه دکتر فاوسته. اما خب این اصلا مثل این که در سرشش هم یه مقداری گرفتاری داشت، برای اینکه این وقتی به صورت پیس فاو شد خیلی در محافل نمایشی ایران صدا کرد و خیلی مورد توجه قرار گرفت، طوری که یکی از بهترین تئاتری های ما، هنرمندان تئاتر ما، آقای داوود رشیدی قرار شد که اون این پیس رو روی صحنه ببره، که اونم یک دو ماهی زحمت کشید و جمعیت و بهترین آکترها اینا. یک اتفاقی افتاد، زنی که اون خانومی که قرار بود نقش دختر زن رو در این نمایشنامه بازی کنه، برادرش بمبی می‌خواست منفجر کنه و چیزای سیاسی، خودش منفجر شده بود، متأسفانه خودش تلف شده بود، این خانوم هم نتوانسته بود بازی کنه، اینقدر عقب افتاد که خورد به کار سرصدای انقلاب. نتیجه این شد بعد از انقلابم من در فرانسه بودم که گفتن که توانستن اجازه بگیرند که این را نمایش بدن در اون تا قبلا قرار بود در تئاتر شهر، در تئاتری که سر محل تقاطع خیابان پهلوی و شاه رضا بود، اونجا نمایش بدن که نشد. دفعه بعد در تئاتر شهر که در محله سنگرج همه از تهران به من خبر دادن و خوشحالی کردن و به عده هم زیادی هم رفتن بلیط خریدن، ولی شبی که نمایش بود باز ریختن ماموران و در بستن و گفتن اجازه داده نمیشه. خلاصه این هر باری که خواست این پیس خواسته بره روی صحنه نشد. اما چون شما با من شروع کردید، منم از اونجا، من امروز من چیزی که همونطور که عرض کردم عوارض سالخوردگی چیزی یاد آدم نمیمونه، از این مثلا من به علت الان یکی از عوارض سالخوردگی که حالا حافظه که تقلق میشه جای خود، بنده به علت بیماری ماکولا از خواندن و نوشتنم محروم شدم. نتیجه این که برای سخنرانی بایستی واقعا کار نوشته ای باشه و یادداشت کرده باشه آدم مقدمه مؤخره نتیجه، هیچ کدوم اینا امکان نداشته. بنده فقط اسامی چند تا رمان ها رو اینجا توی کارت کوچیک یاد داشت کردم، چیز عمده ای ندارم. اما چیزی که مورد به اصطلاح سبب این اجتماع شده یا ممکنم کتاب حافظ ناشنیده پند باشه که وسیله خانوم شبانی جدیدی و خانوم میگم پیریش و بی‌حافظگی خانوم تریشا هیگنز، بله ترجمه شده، ببخشید،
میترسیدم که مزاوتی بگم. من شبه که این کتاب اصلش فارسی بسیار مورد توجه قرار گرفته و یکی از کتابایش که اونم خیلی من دوست دارم. اما چون صحبت بود که اصلا سخنرانی به مناسبت این ترجمه و این کتاب عنوان شده، من به خودم زور آوردم، گفتم که من چه بسا که دوستان کسانی که میشنوند این صحبت رو راجع به این کتاب سوالاتی بکنند و من هم این کتاب رو شاید نه 30 سال قبل نوشتم یا جزئیاتش خاطرم نیست. ناچار نشستم با ذره‌بینی دارم از ذره‌بین جواهرسازی سی کلمه به کلمه رو میتوانم درست کنم بکنم، ولی واقعا نفسی از من گرفت تا نصف کتاب رو خوندم. به هر حال موضوع دستم آمد و پرسوناژ ها رو به یاد آوردم و این یه کتاب تاریخی است. و من از یه جهت، از این جهت که هم پرسوناژ هایی که در این کتاب هستن همه وجود داشتن، یعنی بزرگترینشون که دو پرسوناژ اصلی داستان حافظ و مولانا عبید زاکانی که اینها چیزه. حالا این اتفاقات بقای و حوادثی که در این کتاب میان، آیا چقدر اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، ولی در هر حال میتوانسته اتفاق بیفته چون هر دو همزمان بودن. حتی در یه دورانی در حالی که عبید زاکانی مسنتر، خیلی شاید 20 سال از حافظ مسنتر بوده، ولی هر دوی اینا در دربار شاه شیخ ابوالاسحاق اینجو رفت آمد داشتن و شاعر و در وسط اون شعر ساختن. نتیجه میشد گرفت که اینها همدیگر رو میشناختن. من اون وقت بقای و اتفاقاتی که در این هست تقریبا همه و همه غیر از بعضی، من اینها رو دیگه باز زحمتی دوباره به یاد آوردم، ولی هیچ کدام ساختگی نیست. یک پرسوناژ رمان یک زن، یک کنیز سیاه که در خدمت عبید زاکانی است و این دیگه داست راجع به این کتاب که حالا به زبان فرانسه و به زبان انگلیسی به عنوان شبند حافظ این لفظ ترجمه شده، این در ایران بسیار سوخت و مورد توجه بوده، طوری که خیلی چاپ های متعدد با تمام گرفتاری هایی که ایران داره برای چاپ کتاب مجیده را چاپ شده و این آخری ها شرکت کتاب لس آنجلس از ناشر ایرانی در تهران اجازه گرفته که یه تعداد معدودی البته از این تجدید چاپ کنه و این کتابی که من میخوند دو سه روز میخوندم این چاپ تازه بود. عرض کنم که از سرگذشت کتاب های مختلف که راجع به حافظ ناشنیده پند هم باز علتی داره که من سراغ سعدی باز رفتم که اون را هم به اشاره میکنم ازش میگذرم که در فرانسه و مکرر بزرگان فرانسوی که سعدی میدونید که شما بهتر از من میدونید که سعدی در خارج از ایران
به اصطلاح چراغ ادب فارسی است، اونهایی که زبان فارسی یعنی ادبیات فارسی رو در خارج از ایران میشناسن قبل از همه سعدی رو میشناسن. و بزرگان سطح فرانسوی و در تمام قرن 19 اولا از ولتر تا بقیه تا آکادمیسیان ها، اون هایی که آکادمی فرانسه را انداختن، اینها همه از سعدی یاد کردن. و مسئله اینه که سعدی گلستان سعدی رو یک طنز بسیار لطیفی درش می‌دیدن که حتی مقایسه‌اش کنن کردن با طنز پردازان رومی یا طنز پردازان معروف قرن 15 و 16 فرانسه. من در مراجعت به ایران، یعنی در بازگشت به ایران، به سراغ این موضوع رفتم، ولی دیدم هیچ کدام از بزرگان ادب ما گلستان سعدی رو به این یعنی چنین چیزی در گلستان سعدی ندیدن که به عنوان یک طنز لطیف. و در نتیجه این کتاب طنز فاخر سعدی آمد باز همون سالهای نزدیک حافظ ناشنیده پند اجازه گرفت و منتشر شد. و اخیرا من باز در این چون در ایران یه مسئله چاپ گرفتاری داره با اوضاع اقتصادی، اخیرا در لس آنجلس هم تجدید شاپ شد. و اما میرسیم باز به کتاب داجان ناپلون. داجان ناپلون یک من در ژنو مأموریت ژنو بودم و دوران سکوت و رکودی هم بود، کاری نداشتیم، ما واقعا کار بسیار وقت آزاد بسیار داشتیم. من یک سالی به هر وقت فرصتی شد نشستم و این رمانو تموم کردم. وقتی یکی از دوستان عزیز من که یادش به خیر تورج فرازمند سفری اونجا کرده بود از من پرسید که چه نوشتی، تازگی دونم دایی هم چیزی. اون برگشت به تهران و چانچنان تبلیغ راجع به این کتاب کرد که مجله فردوسی که خواستگاه به اصطلاح قلمزنی من بود، مدیر و سردبیرش اصرار فراوان کردند که این رو به صورت پاورقی من چاپ کنم. بسیار من ناراحت بودم از اینکه به صورت پاورقی چاپ بشه رو کتابی که من یه زحمت بسیار کشیدم. ولی دوستانی که من نصیحت کردن که بهتره این کتاب اول به صورت پاورقی چاپ بشه تا بعد کتاب، برای اینکه این بیشتی تا پرسوناژ این کتاب هر کدومش ممکنه چه دورانی بود که مطبوعات سخت تحت کنترل بود. سال 1970 و بهتر این به صورت پاورقی چاپ بشه، این ایراد زیاد نمیگیرن، ولی بعدا وقتی چاپ شده بود بعد یه جا چاپ بشه یک چیزی ایراد نمیگیره. در نتیجه این چاپ شد و مورد استقبال قرار گرفت. و عرض کنم که آقای امیرعباس هویدا از اون جایی که دوره‌ای بود که
خیلی مطبوعات تحت فشار بودن حدود 40 و چند روزنامه رو دولت بسته بود و سانسور کتابم بسیار سخت و شدید بود. نتیجه اینکه این دوره به عنوان یه دوره اختناق مطبوعات اسم بر کرده بود. امیر عباس و ویدا به عنوان به اصطلاح یک نوع تکذیب این شایعه روزی که این کتاب رو خونده بود و خیلی راجبش در مصاحبه تلویزیونی تعریف کرد و وقتی هم لایحه بودجه رو مجلس برد اونجا خیلی علنی که اونهایی که به ما ایراد میکنند که دوره سختی مطبوعاته برن کتاب دایجان ناپلون رو بخونن. همین هم باعث شد که خیلی با اونهایی که به اصطلاح نظریات ناجوری با نسبت به دولت داشتن نسبت به این کتاب بدبین شدن و خیلی کم راجبش انتقادی نوشته شد. ولی خب آقای کتابم جالب بود از برای آقای خوبیدان. حالا یک خیلی کار نمیدونم حالا اینم بگم یا نه که من به وقتی برخوردی که کردم با آقای خوبیدان بعد از این کتاب مری خوبیدان من رو نمیشناخت. در یک مهمانی که به مناسبت یک سفر یک نخست وزیری به ایران مهمانی شام بود در نخست وزیری و من داشتم در یک کناری با سفیر سوئیس مشغول صحبت بودم که مقدم سفرا بود و آقای هویدا آمد به طرف ایشون که مقدم سفرا بود بفرمایید شام حاضر بفرمایید سر صحبت. سفیر وقتی دید که هویدا به من اعتناع زیادی نکرد گفت معرفی کرد گفت شما آقای پزشکزاد میشناسید. هویدا من از این تعارفهایی که همیشه میکرد بله بله ارادت دارم که تعارفهای سبک. و سفیر گفت کتاب دایجان ناپلئون اونکل ناپلئون ایشون آیا خوندید؟ هویدا یک بار من دست من گرفت شما نوشتید این کتاب بعد یخی من رو بگه ول نمی کرد که شما دایی من از کجا می شناسی؟ هرچی فریاد زدم که آقا من دایی شما رو نمی شناسم اسم و رسم همه اون نمی شه همچیزی انگار از این کتاب این خونه آدم انگار شما یه ضبط صوتی گذاشتید کلمات اون رو تمام اصطلاحاتش رو ضبط کردید و روی کاغذ آوردید. بعد اون وقت خیلی هم اصرار داشت که این کتاب به زبان فرانسه ترجمه بشه و انجمن روابط فرهنگی ایران و فرانسه هم به وسیله یعنی به اصرار هویدا اقداماتی کرد. ولی خب مترجم شایسته‌ای که بتونه اون طنز کتاب رو در بیاره به زبان فرانسه پیدا نشد و بعدم دیگه خورد به انقلاب. اما بعدن در وقتی من در فرانسه بودن آقای دیویس که خانمش هم ایرانی است تصادفاً برخورده بود این کتاب به پیشنهاد اون میج فابریشر آقای بادپانگلیش این رو به زبان انگلیسی ترجمه او رو چاپ کرد و مکرر چاپ شد و بعد به زبانهای مختلف الان آخرینی که من دیدم ترجمه به زبان نروژی بود که اونم 12 بود یا 11 درزنم که دیگه از کتاب ها من دیگه چی دارم که بگم کتاب های ببینم
اگر که چیزی نهیه حافظ نشینی من به جناب به اون از وقت سری به من خانواده این یک افتر من دیگه خیلی طولانی میشه حدید. حالا فکر میده چقدر شده این مدت که من حرف زدم؟ بسیار عالی هست. شما اگر خسته شدید میتونیم تنفس بگیریم و الا همه خیلی لذت حرفای شیرین شما. عرض کنم که نه من تو فکر بودم که بگیر راجب چیزی صحبت کنم که ترجیم هم ترجیم میدم بله یک استراحت کوتاهی بکنیم بعد وقت سال اگر سوالاتی هست بله شما موافقی؟ چشم. ما الان پس تنفس میگیریم ولی اول از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و این خاطرات شیرین و آموزنده را با ما در میان گذاشتید خیلی سپاس گذار هستیم و ای کاش که آقای استاد معید اینجا هم شما چیزی بگید. من میخواستم الان باز یک فراموشی باز عوارض پیری فراموشی هر شود این رو بگم که مرحوم دکتر حشمت معید رو من دورا دور می شناختم و واقعا روان شاد و هم شر چیزم یعنی بیاد میکنم بایستی قبل با شروع صحبتم از ایشون یاد می کردم ولی خواهد می کنم فیلیس و ازار ای با علت. خیلی از آثار جناب عالی لذت می برد چون ایشون هم شوخ طبعی داشت و طنزیات و رمان ها و نمایشنامه های شما رو بارها و بارها خونده و خنده بر لب او گذاشت و میبینم امشب که چند نفر از دوستان قدیم ایشان و دانشجویان سابق که الان خودشون استاد شدند و خانوم ایشون اینجا تشریف دارن و میخوام دانی بکنم از استاد مایکل هیلمن و استاد فریبا زرین باف و خانوم روت معید و آقای منوچهر خداداد و آقای بیژن بیزایی. بله و بله الان میتونیم یک تنفس داشته باشیم اگر کسی سوال بخواد بپرسه لطفاً اون رو در چت بنویسید و فعلاً از امینه خانم که دانشجوی دکترای دانشگاه شیکاگو هست خواهش میکنم که برنامه های آینده انجمن سخن فارسی را برای ما بگم. بله بس من دقیقه من آزادم. بله بله دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از جناب پزشکزاد. چی باید نوشته میگه باید یه تو نوشته داشتم چی چی من نمیدادم هیچی همین اسم کتش چهار تا کتاب رو نوشتم برای من رو اون صندلی که چیزه تخت به صندلی بخشی. من خیلی زود میخواستم برای همه یک دقیقه ای انجمن سخن رو معرفی بکنم. ببخشید. پس میخواستم یک دقیقه برنامه های انجمن سخن رو معرفی بکنم. انجمن سخن هر پنج شنبه ساعت 5 وقت شیکاگو یک ساعت حدوداً سخنران میاد و برای ما سخن میگویند
و بعد هم برنامه پرسش و پاسخ داریم. از دکتر پزشکزاد خیلی تشکر میکنم که امروز با ما اینجا بودن و هستند و انشالله در این ترم که داره میاد 5 تا سخنان دیگر هم ما داریم. 5 تا یا 6 تا، بخش 6 تا. 4 نوامبر دکتر سهیلی قراره با ما درباره اولین زبانشناس فارسی صحبت بکنند. 11 نوامبر دکتر کاوه احسانی از یونیورسیتی دپال قراره با ما درباره بازنگری تاریخ اجتماعی سرمایه‌داری نفتی در ایران صحبت بکنند. 18 نوامبر دکتر پونه شبان جدیدی که استاد دانشگاه شیکاگو هستند قراره با ما صحبت بکنند. ترجمه ادبی فارسی از دیدگاه زبانشناسی. 2 دسامبر پروفسور مازیار فریدی از کلمسون یونیورسیتی قراره با ما صحبت بکنند و 9 دسامبر دکتر لیلا ساعتچی از وین استیت یونیورسیتی قراره با ما درباره جامعه گرایی علی شریعتی صحبت بکنند. اینها برنامه این ترم ما هستند، ولی انشالله برنامه انجمن سخن برای همه سال ادامه میده و خیلی خوشحالم که دوره هم هستیم انشاءالله، یا از طریق زوم یا انشاءالله میتونیم همه تو یک اتاق با هم باشیم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. من الان یه قسمتی به انگلیسی میگم. جایزه ادبی داریم که میخواد اعلان بکنیم الان، ولی چون مقداری به انگلیسی نوشته شده من اون رو برای شما در سکرین شیر میکنم. این جایزه انستیتوی آمریکایی مطالعات ایرانی هست. به اسم لوئیس راث. The Lois Roth Persian Translation Prize is awarded by the American Institute of Iranian Studies in recognition of excellence in translating Persian literature into English and is funded by the Lois Roth Endowment. The prize is awarded in memory of Lois Roth, whose interest in and affection for Iran and Iranian culture dates back to the late 1960s when she lived and worked in Iran as assistant and then deputy cultural attaché in the USIA and the director of the Iran-America Society. At that time, Lois Roth was one of a group of persons who helped initiate and encourage the foundation of the American Institute of Iranian Studies, which was founded in 1967 and fostered as one of the American overseas research centers, exchange between American and Iranian scholars and helped American scholars who were traveling to Iran to conduct research, to meet with Iranian scholars and facilitate their travels. So Lois Roth was one of the founders of the American Institute of Iranian Studies. After her death in 1986, the Lois Roth Endowment was created. And since 1999, the endowment has included among many contributions to international programs, funding for the Lois Roth Persian Translation Prize, which is awarded by a jury selected by the American Institute of Iranian Studies. And that jury has just recently concluded its deliberations for the current year's prize. I can tell you that the first prize was awarded to the translation of My Uncle Napoleon of Iraj Pezeshkzad. So in the year 2000, when Dick Davis's translation of that work came out, it received the prize. Likewise, is the Conference of the Birds of Attar that he translated with his wife, to whom Mr. Pezeshkzad alluded, Afgham Darbandi. Jerome Clinton's translation in The Dragon's Claws, The Story of Rostam and Espandiar, was one of the other winners. The Sands of Oxus by Sadruddin Aini, translated by John Perry and Rachel Lair.
The Haft Pekar, a medieval Persian romance by Nezami, translated by Julie May Sami. The Masnavi, Book One of Jalaluddin Rumi, translated by Jawid Mojaddidi. A Cup of Sin, selected poems by Simin Behbahani, translated by Farzani Milani and Kaveh Safa. Translating the Garden by Shahrukh Meskoub, translated by Muhammad Qanun Parvar. Sin, selected poems of Farooq Farrokhzad, translated by Shole Wolpe. Visan Ramin, Fakhreddin Gorgani's work, translated by Dick Davis. Hafez, Translations and Interpretations of the Ghazals, translated by Jeffrey Squires. And Born Upon the Dark Spear, selected poems of Ahmad Shamlu, translated by Jason Babek Muhakkik. And I have for you news of the very recent selection for the Lois Froth Prize for Translation from Persian to English, and that is the book Hafez in Love, translated by Dr. Pune Shahwani Jadidi and Dr. Patricia Higgins, who are both here and did not know about this. So I'm very pleased to be able to announce it to them. So the historical novel Hafez in Love by Iraj Pezeshkzad, translated as Hafez in Love by Pune Shahwani Jadidi and Patricia Higgins, is the very recent winner of the Lois Roth Persian Translation Prize. So it's fitting, since they're both here and since Mr. Pezeshkzad is also here, that this would be announced at this occasion. And I'm very pleased and proud to be able to do that. Congratulations, Pune and Patricia. Maybe I can say just a few words. Just thank you so much. This was really unexpected. And I think it's the original book that made it possible, because it's such an amazing, such a rich book. And I'm so happy, and I congratulate my co-translator, Patricia Higgins, who's a wonderful, wonderful person to work with and a friend to have. Thank you so much. I appreciate it. I just wanted to add my thanks. It's been wonderful working with Pune, and as she said, working on this particular book was very interesting and exciting for me, and especially the combination between the prose and the poetry and the use of working in Hafez's poetry into so much of his imagined activities in 1354. In the beautiful city of Shiraz was really fascinating. So I'm totally overwhelmed and honored, and thank you. Well, congratulations once again. And I think now we can turn to questions for Mr. Pezeshkzad. چنانچه کسی سوال داشته باشد لطفاً در چت آن را بنویسید. فکر میکنم یکی دو سوال هست. یک سوالی هست از کنم یک سوال هست از آقای رامین. پرسیدن که کتابی هست که میخوان الان یا در آینده بنویسن، یا رمانی هست که الان تو فکرشون هست در آینده بنویسن؟ فکر کنم صدا میوت شده. بله. از کنم که متاسفانه همونطور که اشاره کردم، من از دو سال پیش
تحت معالجه بودم و الان به جایی رسیده که هی به هیچ عنوان نمیتوانم بخوانم و نبنویسم و این بعد این بزرگترین مصیبتی است که به یک اهل قلم و میشه وارد میشه که بر من وارد شده. دکتر سوهری، میخواستم بپرسم اگه میشه یه خورده درباره نظرتان در مورد ترجمه صحبت بکنید. درباره ترجمه کاراتون. ترجمه حافظ یا همه ترجمه یا کلن ایده ترجمه؟ ترجمه من خدمت راجع یک موضوعی که اگر خاطر من همیشه یادآوری کردم وقت در مورد کسانی که یعنی قصد ترجمه این کتاب حافظ ناشنیده پند داشتم خدمت خانم شبانی جدیدی عرض کردم و قبل از ایشون هم یک چند سال پیش زودتر از اون یک استاد دانشگاه استانبول که زبان فارسی بسیار خوب میدانست و قصد ترجمه این کتاب رو کرده بود گفتم و بعدن هم هر کسان دیگری هم که بوده همیشه اینو گفتم شعر غزل فارسی قابل ترجمه به زبان دیگری نیست. من چون زبان انگلیسی نمیدانم درباره اینکه ترجمه جدید حافظ ناشنیده پند یعنی حافظ این لاو اظهار نظری نمیتوانم بکنم، ولی هر وقت درباره کتاب درباره ترجمه لااقل زبان فرانسه که میدانم به خوبی میتونم عرض کنم که زحمت بی حاصله. پروفسور فوشکور در فرانسه بعد 20 سال شاید بیشتر از 20 سال زحمت ترجمه حافظ و تمام غزل‌های حافظ به زبان فرانسه کشیده و انصافاً هم کلمات بسیار خوب پیدا کرده و معادل فرانسه کلمات اصطلاحات حافظ رو، ولی نتیجه این است که وقتی از من پرسیدن که نظر چیه گفتم بسیار خوب ترجمه شد، یعنی خوب برگردونده کلمات رو، ولی به یک اصطلاحی دارن فرانسوی ها میگن که این فلان چیز دیدم یا شنیدم نگرمم شد نه سردم شد. یعنی واقعا آدم میخونه ولی خب میفهمه، اما اون چیزی که از شعر هست کلک خیال انگیزی که حافظ میگه تمامه از اینا، یعنی نقش عمده شعر همین خیال انگیزیشه. ترجمه به نظر من به قول خیلی نمیدونم چی رو اسم ببرم، خیلی عامم این حرف رو گفتن، حرف از من نیست که واقعا اگر یه کسی میخواد یک کلیسای شبیه کلیسای تمپیر نمیم یا فران اثر جاودانی قدیمی رو بسیمانه بایستی آدمی باشه در همون حد در همون، یعنی نتیجه این که حافظ رو میشه ترجمه، شاید یه روزگاری یه آدمی بشه در یه جایی از جاهای دنیا که به زبان فارسی به اندازه حافظ استیلا داشته باشه و به زبان خودش هم زبانی که میخواد ترجمه کنه به اون اندازه حد عالی.
این از این چیزهای عجیب و غریبی است که اتفاقاتی است که باید بیفته. من نشنیدم کسی از ترجمه غزلهای حافظ یا سعدی لذتی برده باشه در خیلی ممنون. در همین مورد ترجمه آقای پوریا چوبچیان میپرسند که میخواستن بتونن درباره کتاب افسونگران دریا نوشته آلفرد مارشال را چه زمانی و در چه شرایطی شما ترجمه کردید؟ این از کتابایی است که یه زمانی من وارد خدمت دولت شده بودم و دوران سختی بود، یعنی دوران محاصره اقتصادی ایران به وسیله امپراتوری بریتانیا بود به علت ملی شدن صنایع نفت و حقوقی که از دولت میتونستم بگیرم واقعا کفاف زندگی نمیداد. من ترجمه پاورقی کتاب های خوندنی، یعنی کتاب های شیرین، کتاب های ساده و شیرین که به عنوان پاورقی ترجمه میکردم و در پاورقی روزنامه حتما اطلاعات چاپ شده و بعدا این به صورت کتاب در آمده. خیلی ممنون. یک سوال دیگه، از بین نویسندگان و مترجمین ایرانی معاصر چه افرادی رو بیشتر میپسندید یا بیشتر میخونید شما این روزها؟ خانم من عرض کنم که خیلی ساله، شاید 30 سال بیشتره، شاید بریم تا انقلاب حتی، یعنی 40 سال پیش. من دیگه رمان نمیخونم، هر چه خوندم من دیگه، یعنی از تا 40 سال پیش هر چه خوبونی خوندم، تمام ادبیات قرن 19 فرانسه برام خیلی عالی بود دیگه. ولی از اون به بعد نه، حالا هر چه میخونم یا خاطرات یا تاریخ یا بیشتر از تجاوز نمی کن. یعنی یا اگرم یک کتابی تصادفاً تاریخ رو به صورت رمان روی کاغذ آورده باشن، مثل یک رمانی که من یه وقتی ترجمه کردم و خیلی خیلی در امریکا و اروپا خیلی سوشه داشت، کتاب دزیره بود، که این کتاب دزیره تمام داستان روی کار آمدنی خود از انقلاب گرفته تا آخر تا کودتای ناپلئون بناپارت و بعد تا بعد دوران بعد از ناپلئون، تمام این رو به صورت رمان بسیار بسیار قشنگی یه خانم دانمارکی که آن ماری سلینکو، این جور چیزا رو بنده میخونم، ولی دیگه رمان نخوندم. و نتیجه این که از نویسندگان ایرانی که اسم بردی، یعنی اشاره کردی، کسی رو یه بار شاید تصادفاً من یک گردشی داشتم در، یعنی با یه دوستی بودم در لندن، یک خانومی که با هم قرار بود که ما به یک مهمانی بریم، این خانوم خواست قبل از این رفتن به مهمانی در منظرش سر و روی آرایش، یعنی دستی به آرایشش رو بنده. رفتیم، من در سالونشون نشستم و ایشون رفتن به خودشون بپردازن. یه کتابی روی میز بود، پرسیدم که این کتاب شما آیا خوندید یا نه؟ من گفتش نه من نخوندم، این خانوم من برای مادرم خریدم. و این کتاب بامداد خمار اسمش بود، نوشته خانم حاجت جوادی. این کتاب، این رمان
بسیار بسیار نظرم عالی بود و این کتابیست گویا در ایران هم به شاید 70-80 بار تجدید چاپ شده و من این رو پسندیدم ولی پیش نیامده که عمدن دنبالش رفته باشم رمان خریده باشم و خونده باشم. خیلی ممنون. یک سوال دیگه ببخشید. یک میکشم بس نه پیداش بکنم. آها اینجا هستش. جناب آقای پزشکزاد، لطفاً نظرتون و در پاسخ به این دو انتقادی که از کتاب و سریال دایجان ناپولیان می شود بفرمایید. اول یکی این سریال نه تنها یکی از محرکین احساسات مذهبی مردم ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 بود، بلکه مصداقی برای حرام دانستن تلویزیون توسط آخوندها شد. حتی سنف قصابان تهران از بیناموسی که به شیر علی قصاب در این فیلم نسبت داده شده بود شکایت کردند. در این داستان دوم شما تئوری توطئه‌ای که بسیاری از ایرانیان مطلع قبل از مشروعات تا کنون به آن اعتقاد دارند و حوادث سیاسی ایران را ساخته و پرداخته شبکه‌ای از نوکران انگلیس می‌دانند، با طنزی غلوآمیز به صخره گرفته اید. آیا واقعا شما منکر توطئه های خارجی در تاریخ اخیر ایران هستید؟ همین این سوال؟ بله. عرض کنم که این توجه باید داشت که آقای ناصر تقوایی که از طرف تلویزیون قرار شد از که کتاب دایجان ناپلئون رو به صورت سریال تلویزیونی در بیاره، واقعا با نهایت ذوق و لطافت یک سریال بسیار دلچسب و دلپذیری که آدم میشینه با علاقه گوش میکنه. من خودم هم خیلی میشینم با علاقه گوش میکنم، یعنی تماشا میکنم و گوش میکنم. ولی این رو باید در توجه داشت که این یه چیزیست برگرفته از چیز، تمثیل کتاب نیست. یعنی واقعا اگر آدم خیلی هم هستن که اشتباه کردن که بر اساس این سریال راجب کتاب قضاوت کردن، در حالی که این یک چیز یک قصه بامزه و با شیرین و دلچسبیست، اما از کتاب گرفته. این با کتاب متفاوته، تمثیل کتاب نیست مسلما. و اما اینکه این کتاب یه اشتباهی هم که روش شده، خیلی یعنی به سادگی این سر صدای قهرمان خلوچل داستان یعنی دایجان رو به حسی مقداری جدی راجبش فکر میکنن، در حالی که مطلقا مسئله توطئه خارجی در این رمان نیست. البته توطئه خارجی مسلماً بوده، یعنی از 150 سال پیش دولت انگلستان خودشون یعنی بزرگانشون آخرین همه، اگر من یادم میاد که وقتی یه تلویزیون بی بی سی افتتاح شد و با من هم یه مصاحبه کردن به عنوان شوخی راجع به این کتاب، ولی سفیر سابق انگلستان در ایران سر آنتونی پارسونز به کمال صراحت به کمال گلی اکتگاهی اصلا کسی اونگه آیا میتواند انکار کنه که
انگلستان در امور ایران دخالت میکرد. ما 150 سال به جای ایرانی و دولت ایران فکر میکردیم و عمل میکردیم. توطئه خارجی امر 100% واقعیت است. ولی اینکه توی این پرسوناج های مختلف این رمان یه نفرش خلوچله، یه آدمی است که نایب سابق ژاندارمری، خیال باف، یا به عنوان برای اینکه خودش یه هیبتی بده، یعنی دنبال اینکه یه بهانه پیدا کنه که چرا این ترقی نکرده و دشمنی انگلستان رو با عنوان میکنه، در حالی که اصلا چه ربطی به دولت انگلیس داره نشیزده. منتها از بس در ایران این دردی که درد 100 ساله 150 ساله رو دل همه مردم ایران بود که تا مدام در تمام امور ایران از انتصاب حتی رئیس فلان اداره فلان شهرستان دولت انگلستان یا سفارت انگلستان دخالت میکرد، این حرفی درش نیست. ولی این ربطی به این کتاب و این خودش دیوانه که این آدم نداره. این ممکن بود نه تنها شجاعت دلاوری ها و شجاعت های خودش در جنگ کازرون و همسنی که عنوان کنه در جنگ دوم جهانی در عرشبت که محاصره برلن یا محاصره فرمید که یه همچی چیزهای اینجور درست کنه، آدم دیوانی. خیلی ممنون. ببخشید پروفسور لوئیس، شما سوال چیزی میخواستید بگید؟ شما میوت هستید، ببخشید. بله جناب پزشکزاد، من دو سوال دارم. خواهش می‌کنم. یکی این که و این سوال های آخر رو میگیم که شما رو خسته نکنیم. نه خسته نیستم دیگه، چند دقیقه استراحت کردم. خب الحمدلله. میخواستم بپرسم که ترجمه های ولتر و مولیر رو چرا و چطور انتخاب کردید از بین آثار فرانسوی که میشد ترجمه کرد، و چرا این دو نمایش نامه هر کدوم رو به خصوص؟ دونم که من ولتر رو از خیلی بیش، یعنی خیلی زودتر در دوران حتی تحصیلم شناخته بودم و یک مجموعه نمایشنامه هاش رو معلم فرانسوی که من داشتم و به عنوان اینکه روی اشعار اون یا اونهایی که به شعر بود یا به نثر بود من فرانسه رو بیاموزم، این رو در اختیار من گذاشته بود و در نهایت هم به من بخشید، یعنی با کمال سخاوت. و من اولین نمایش نمایی که از اون ترجمه کردم نانین بود از ولتر، و چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی میشنیدم که نانین در یک تاریخ معینی رو ذکر کرده بودن که در پاریس رو مرض روی صحنه رفته، و من دیدم که از قضای اتفاق
یه چیزی شبیه اون منتاز 150 سال پیش 120 سال پیش از اونش در ایران روی صحنه رفته برای اینکه این نمایشنامه نانین رو آقای اگه اسم یادم بیاد که تحصیل کرده خارج هم بود آقای در تئاتر ایران روی صحنه برد نانین رو و شبه که بورژوای رانتیوم رو من خودم انتخاب نکردم مال از مولیر اون رو خسیس نه ببخشید خسیس بورژوای رانتیوم و خسیس رو به سفارش مدیر تئاتر در ایران که به خصوص برای نمایشنامه آوار خسیس از این جایی که خیلی سال پیش از اون در این شاید مثلا 70 سال پیش از اون با ترجمه نسبتا هم ترجمه ترجمه نسوی آداپتاسیون به اصطلاح آداپتاسیون این نمایش به وسیله فروغی شده بود گویا این در ایران هم نمایش شده شده بود هم چاپ شده بود و یک میخواستن یک ورسیون عیناً از خود یعنی بدون اینکه تغییری داده شده باشه عیناً اون چیزی که مولیر نوشته ترجمه کردم بله خیلی ممنون بود راجان جیوم سفارش کی بود حالا اونم عرض میکنم یکی از دوستان فرانسوی و یعنی انجمن ایران و فرانسه بود حالا خاطرم نیست اسم دقیقش رو سوال دوم من این بود که کتاب حافظ ناشنیده پند رو که من خوندم با وجود اینکه چندین کتاب و مقاله درباره حافظ که مورخین و ناقدان ادبی نوشته بودند احساس کردم بیشتر از کتاب شما فهمیدم که حافظ چجوری زندگی میکرد و چه نوع شخصیتی داشت میخواستم بپرسم که پژوهش هایی رو حتما انجام دادید برای طرح کشیدن این کتاب درباره حافظ و همچنین عبید زاکانی چجوری شما تونستید این رو این تصویری رو برای ما بکشید از اونم به حضورتون که من همیشه از یه چیزی سخت ناراحت بودم اینکه حافظ رو خیلی دوست داشتم از این را از ارث خانوادگی ارث پدرم که بسیار دوست داشت از نوجوانی من همطور حافظ رو شناختم و در هر سفر خارجم که می رفتم یکی کلیات سعدی یکی غزل های حافظ همراه من بوده و از این من ناراحت می شدم همیشه که حافظ رو هر وقتی ازش یاد می شد فرض کنید که اولا شکل و شمایلی که به حافظ می دادن روی جلد همین کتاب غزلیات حافظ یک پیرمرد وارفته واقعا دم مرگی بود که یه جامی در دستش بود که اون برم یه عکس دختر زیبایی رو کشیده بودن ولی این جامی که در دست این بود آدم فکر میکرد الان از دستش میفته یا طرف طاقت نگه داشتن این جام هم نداره این پیرمرد یه همچه پیرمردی رو مردنه و اون وقت
چیزی هم البته که منو واقعاً وادار کرد به اینکه دنبال این کار جدی برم یک برداشتی بود از حافظ که به کلی اون رو درویش کرده بودن یعنی صوفی کرده بودنش و من مطلقا به حافظ عقیده ندارم که حافظ که گرایشی به طرف تصوف داشت شاید یک گوشه هایشو یک مطالبی رو که مورد توجه همه اخلاقیون هست قبول داشته باشه ولی اینکه صوفی باشه و حالا علاوه بر اینکه من معتقدم که حافظ و عبید هر دو خدمتگزار بزرگ ملت ایران بودند و به این ترتیب که مبارزه با خرافات رو که همه دنیا دنبال مبارزه با خرافات بودن برای اینکه همیشه خرافات مذهبی در همه کشورها در همه ملت ها بوده و در خیلی آدم های روشن فکر همین در تلاش بودن که با مبارزه کنند با خرافات مذهبی و وقتی ولتر و آنسیکلوپدیست ها شروع به کار یعنی حتی قبل از اونا مولیر و حتی یا روسو یا محمدس یا همه اینایی که در قرن 18 علم مبارزه واقعا در مبارزه بود در واقع با خرافات مذهبی و چند چهار قرن پیش از بیشتر از اونا حافظ و عبید هر دو یک هدف رو دنبال میکردن مبارزه با خرافات مذهبی و ابدا حافظ گرایشی به چیز به اصطلاح صوفیگری نداشته صوفی میتونست یه چیزایی بله از اصطلاحات من چیزی که باعث شد دنبال این کار برم این است که یکی از آقایان محققین در کتابی که نوشته بود از اونجایی که آمده بود و اصطلاحات حافظ رو در یعنی اصطلاحاتی رو مشابه پیدا کرده بود به در حافظ و کتاب نجم شیخ نجم دین دایه اگر حافظم حالا یاری کنه مرساد العباد بله مرساد العباد رو مرساد العباد هم کتاب دیگه میبودی اصطلاحاتی رو پیدا کرده بود که حافظ هم استفاده کرده بود درست یه صورتی داده بود حافظ مثل اینکه این نشسته و همون مهملات مرساد العباد رو به شعر داره برده اینقدر به من برخورد در نتیجه من حافظ رو که شادترین و به اصطلاح علاقه من ترین آدم ها به دنیا و زندگی و میدونستم یعنی هم چیزی برام قابل تحمل نبود و البته میگم این کتاب حافظ ناشنیده پند دیگه تو اون موضوع اصلی فکرم نرفته اما خواستم یه مقدمه این سوی سابر که حافظم جوان دوست داشته زندگی میکرده خندان بوده و سر به سر میذاشته و عبید زاکانی همینطور حالا ببینید مثلا عبید زاکانی البته خیلی هم
سادت خیلی به سادگی بینن روی اشیاء که به جای اینکه به چیزا همه یه باره رساله اخلاق را به جان که به رساله اخلاق و اشراف سر بکشن به رساله اون یه چیز رساله اون که رساله اونم در البته درش تنز هست اینا ولی اصل کار تنز و به تمام عظمت تنز و به در اخلاق در اخلاق و اشراف از خیلی نظرها دور افتاده و خیلی قصه خوردم برای این ولی خود زور من نمیرسه من محقق نیستم اونجوری من سعی کردم به هر حال به زبان خود روشن خود شنگول شاد و شنگول یه تصویری از حافظ بدم که با از عبید اینقدرها فاصله نه چیز نداره خیلی هم کار موفقی بود بسیار ممنونم از این خسته نباشید مرسی تشکر میکنم از لطف شما ولی واقعا حالا که صحبت ها حافظه باید عرض کنم چگونه سرز خجالت برابرم برای دوستی خدمتی به رضا بر نیامد از دستم من عرض میکنم سر این سن و سال باید یاد داشتم یعنی مرتب میکردم مقدمه و مسئله و نتیجه گیری و اینا یه سخن نشد سخت صحبت اونجوری بشه ولی خب چند کلمه گفتم امیدوارم میبخشی دل بسیار جوانی دارید و حرفای شما به دل ما نشست خیلی ممنونم از دوتتون آقای پروفسور من میخواستم قبل از انتهای برنامه از خانم روث معید اگر هنوز تشریف داشته باشند دعوت بکنم چند کلمه بگن چون خواستم خانم معید بله تشکر کنم بنده هم تشکر خوشحال میشم روث I don't know if she can unmute or not. Yes, she can. Yeah, okay. Ruth, would you like to say something? Shall I thank our speaker on your behalf? I think I will just say thank you on her behalf. خانم معید خیلی تشکر کرد از حضور شما در این برنامه به اسم جناب استاد معید و از موضوعهایی که گفتید و اینکه سلیقه ایشان در شخصیت خودش فکر کنم ولی در ادبیات هم به طنزیات شما خیلی نزدیک بود و باعث افتخار هست که شما در این برنامه شرکت میکنید بی نهایت تشکر میکنیم از شما بسیار جلسه خوب و گرمی بود و یک دنیا ممنون خواهش میکنم انشاءالله سلامت باشید و موفق چون همه میوت هستن نمیتونید بشنوید ولی همه دارن دست میزنن برای شما مرسی خیلی ممنونم از مرسی مرلوت دارم از دوستان تشکر میکنم که من بزرگ جواری کردم یک نکته آخری هم داریم خانم امینه میگن
یکی از شاگردها و همکارا از قبل برای ما یه مسیج شده بود و فقط میخواستن بگن که بابت این برنامه خیلی سپاسگزارن و دیدن شما آقای پزشکزاد از بزرگترین آرزوهایشون بود از دوران کودکی تا به حال و خیلی هم ممنون هستن از دیدن شما اینجا. تشکر میکنم از لطفشون. نو به موقع بعدی من تا دیدن منو دیگه دیدنی نیستم من دیگه دیدنی مجازی. باز هم تشکر میکنی. من تشکر میکنم از شما و از خانم شبانی. شب شما از همه تشکر میکنیم و انشاءالله هم دوباره با برنامه هفته دیگه دوره هم از طریق زوم جمع بشیم. خیلی ممنون از همگی که دوره هم هستیم. خدا حافظ همگی. خدا حافظ شما.